سلام و درود به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید. روزنامه رژیم امروز پنجم شهریور بیشترین مطالب و عنوانهاشون رو به موضوع استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی و همینطور حاضر شدن آخوند روحانی در مجلس ارتجاع برای پاسخ دادن به سوالات که فردا قرار صورت بگیره اختصاص دادن. علاوه بر اینا موضوع برجام و پیامده و بازتاب‌های قضیه فیضیه، اعترافات به ادامه فضای رانت و چپاولگری و حمله به دولت روحانی به خاطر ناکارآمدیش در زمینه‌های داخلی و بین‌المللی و بالاخره دود و دم آخوند اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در مورد به اصطلاح مبارزه با فساد دیده میشه. در مورد برکناری وزیر اقتصاد زد و نقیزگویی در روزنامه‌های هر دوبان دیده میشه. مثلا توی روزنامه‌های همسو با روحانی از یه طرف تیترهایی می‌بینیم، مثلا از روزنامه آرمان که نوشته مجلس وزیر اقتصاد را برکنار کرد، و از طرف دیگه روزنامه جهان صنعت تیتر زده کرباسیان فدای روحانی شد، و بعدش زیر این تیتر نوشته مشکل آن است که هیچ مقامی جز رئیس جمهور نمیتواند رئیس کل بانک مرکزی را مؤاخذه یا عزل کند. به همین دلیل وقتی نمایندگان مجلس میخواهند رئیس کل بانک مرکزی را مؤاخذه کنند، لاجرم به تنبیه وزیر اقتصاد روی میآورند. روزنامه باند خامنه‌ای هم در مورد برکناری وزیر اقتصاد حرفای دوگانه ای زدن. مثلا کیهان خامنه‌ای اینطور نوشته وزیر اقتصاد رفت، رویکرد اقتصادی باقی ماند. و در ادامه این مطلب رو که توش به چاپ رسیده با هم دیگه میخونیم، به نظر میرسد تنها تغییر وزیر برای بهبود شرایط اقتصادی کافی نیست و موضوع اصلی تغییر رویکرد دولت در سیاست‌های اقتصادی خود است. به عبارتی تغییر راننده در حالی که ماشین در همان مسیر قبل در حرکت است به نتیجه مثبت نمی‌انجامد. روزنامه وطن امروز هم استیضاح رو خواسته دولت روحانی توصیف کرده و نوشته دولت در نظر دارد برخی تغییرات مد نظر خود در کابینه را با ابزار مجلس و بدون پرداخت هزینه انجام دهد. برکناری ربیعی و کرباسیان با استیضاح نمایندگان در همین راستا مطرح شده است. روزنامه‌های باند ولی فقیه ارتجاع با این حال تمایلشون برای حذف روحانی رو در ادامه زنجیره استیضاح پنهان نکردن. مثلا ابرار اقتصادی با تیتر مجلس وزیر اقتصاد را برکنار کرد، حق این بود رئیس جمهور، جهانگیری، نوبخت، سیف و نهاوندیان هم استیضاح می شدن، این تمایل رو نشون داده. از طرف دیگه روزنامه آرمان و مردم سالاری در مقاله واحدی به قلم کمال الدین پیرمؤذن عضو سابق مجلس ارتجاع به باند خامنه‌ای هشدار دادن. به مخالفین دولت نصیحت میکنم و هشدار میدهم که از تلاش‌های بیهوده برای ناامید ساختن مردم از دولت دست بردارند و مطمئن باشند که بر فرض محال در صورت تحقق چنین یأسی گزینه بعدی مردم واپسگرایان دلواپس نخواهد بود. بریم سراغ موضوع دیگه، یعنی موضوع مذاکره که روزنامه باند روحانی تمایلشون به اون رو با تیتر کردن حرفای ظریف نشون دادن. یه نمونه از روزنامه آفتاب یزد براتون میخونم. ظریف: مردم از دوگانگی رفتار ما با آمریکا خسته شدند. اما متقابلا روزنامه باند خامنه‌ای یک بار دیگه به اونا حمله کردند، و من جمله روزنامه وطن امروز با اشاره به بحران موجود اقتصادی و تحریم‌ها نتیجه گرفته شرایط کنونی به خوبی نشان می‌دهد راهبرد اقتصادی حسن روحانی در هر دو دولتش چقدر فارغ از واقعیت اقتصاد ایران بوده است، و مشخص‌تر می‌کند این را که در شرایط کنونی دلبستن به برجام اروپایی برای علاج دردهای اقتصادی ایران چقدر مهمل و بیهوده است. خب دوستان عزیز، این بود مرور امروزمون به روزنامه حکومتی. ممنون که با ما همراه بودید.